صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا غريب الأوطان. صلى الله عليك يا مولاي يا شهيد العطشان. صلى الله عليك يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء. السلام عليك وعلى جميع مستشهدين بين يديك، خصوصاً أخيك أبا الفضل العباس وأختك الحوراء الزينب. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزاً عظيماً. ورحمة الله وبركاته. نجاتاً منك يا سيد الكريم، نجنا وخلصنا بحقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضراً في المكان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سلام عليكم. با برنامه دیگر از سری برنامه‌های تکیه بین الحرمین در خدمت شما بیننده‌های محترم هستیم. همونطور که رسم برنامه را آگاهید، سیستم تکیه بین الحرمین بررسی مقتل سید الشهدا هستش، حد المقدور، یعنی بیشتر به تیترها و توضیح مختصری پرداختیم. مهیا بشید مثل هر شبی که برنامه تکیه بین الحرمین رو ملاحظه کردید، وضو بگیرید، حد المقدور سمت قبله و قصد قربت کنید. بشنویم ماجرای کربلای سید الشهدا را با صلواتی خدمت آقا بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل علی محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سربسته سخنگو بر دانای سخن، لب را مگشا ز هم مگر جای سخن. اندر بر نکتدان سخن رانی کن، مواد چو شد بحر گهرزای سخن. همطور که میدونید بیننده‌های محترم، ما
در خدمت کتاب شریف نفس المحموم شیخ عباس قمی خاتم المحدثین هستیم رحمت الله علیه. فصل‌ها را با هم بررسی کردیم تا رسیدیم به زمان خروج سید الشهدا از مدینه و حرف‌هایی که بین آقا ابی عبدالله علیه السلام و اصحاب و برادران من جمله محمد حنفیه رد و بدل شد بررسی کردیم و آنچه که لازم بود رو عرض کردیم تا رسیدیم به روایت ام سلمه سلام الله علیها. عرض کردیم که سید الشهدا صلوات الله علیه شیشه ای از تربت به ام سلمه دادن، ام سلمه کنار تربتی که از خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله گرفته بود گذاشت. ابی عبدالله فرمود هر وقت دیدی که از این تربت خون جاری شده و این خاک سرخ شده است، رنگ خون در آمده است، بدان که من کشته شدم. مرحوم محدث ثانی روایتی دیگه برای ما نقل میکنن اینجا که عرض کردم از کتاب شریف مدینة المعاجز مرحوم بحرانی هستش. عرض کردم خدمت شما که اگر میتوانید و در توانتون هست، یعنی دسترسی دارید، این کتاب رو حتما تهیه کنید. از کتبیه که خوبه تو کتابخانه شیعیان و محبین باشه، در منازلشون نگهداری این کتب خودش فی نفسه مطلوبه و باعث برکات و خیرات میشه، چه برسه به این که تبرقی هم بکنید و مطالعه‌ای هم داشته باشید. قطعا مطالب زیبا و شنیدنی در این کتبی که عرض میکنم خدمت شما هست. روایتی که مرحوم شیخ عباس قمی برای ما نقل کرده، سید بحرانی در مدینة المعاجز از ثاقب المناقب و غیره روایت کرده است که از جابر ابن عبدالله که گفت چون حسین ابن علی علیه السلام تصمیم گرفت و عراق رود، نزد او رفتم و گفتم تو زاده رسول خدایی و یکی از دو سبتی، من رأی ندارم جز آن که مانند برادرت صلح کنی، زیرا او موفق و رشید بود. اصحاب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، سیره رسول خدا هم چنین بوده که با اصحابشون مشورت میکردن در امور و این رسم بود بین اهل بیت که میدونید سنت رو اهل بیت به جا میبردن و اصحاب صلحای اهل بیت. این که عرض میکنم اصحاب مقدمش که محفوظه برای شما، یعنی مقدمات رو میدونید. ما نظرمون در اصحاب اهل بیت صلحای اصحاب هستن، نه اون که غیر ما میگن. ما اونطوری در اصحاب مبنا نداریم. اینا رو که میدونید، نمیخوام زیاد در این موضوع صحبت کنم. به هر عنوان رسم این بود که خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله با اصحابشون مشورت میکردن، اهل بیت هم همینطور بوده، لذا بعضی از اصحاب به خودشون این جرأت و جسارت رو میدادن. جسارت به بار مثبت عرض میکنم، نه بار منفی، میمدن جلو و نظر میدادن خدمت حضرات اهل بیت. من جمله جابر سن و سال زیادی داشت. خدمت سید الشهدا آمد عرض کرد که آقا نظر من اینه که همون کاری که برادرتون امام مجتبی کریم آل الله معز المؤمنین حسن ابن علی علیه السلام انجام داد، شما هم همون راه رو برید، چون برادرتون هم رشید بود و هم موفق. فرمود ای جابر، برادرم به دستور خدای تعالی و رسول او کار کرد و من هم به دستور خدا و رسولش کار میکنم. میخواهی رسول خدا و علی و برادرم حسن را به گواه آرم؟ میخوای شهادت بدن جدم، پدرم، برادرم حسن؟ میخوای جابر ببینی که نظر این بزرگواران هم چه هست؟ عرض کردم از معجزه های سید الشهدا است این روایت. نظری به آسمان کرد
و ناگاه در آسمان گشود و رسول خدا و علی و حسن و حمزه و جعفر علیهم السلام و زید فرود آمدند تا به زمین رسیدند و من حراسان و ترسان شدم. سید الشهدا سلام الله علی الحسین یه نگاه به آسمان کردند، درهای آسمان باز شد، خاتم الانبیا و امیرالمؤمنین و نازل شدن. خب طبیعتا من هراس کردم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود ای جابر، گزارش کار حسن را پیش از حسین به تو نگفتم. نکته بسیار بسیار دقیق اینجا هست. گزارش کار حسن را پیش از حسین به تو نگفتم که مؤمن نباشی. مؤمن در اینجا به معنای خیال راحت، اطمینان، یعنی خیلی عامیانه بخوام ترجمه کنم این که بالش گرم زیر سر نگذاشته باشی. چرا؟ تا تسلیم امر ائمه باشی و اعتراض نکنی. شاید سوال برای همه باشه که چرا حضرات اهل بیت یا خود حق جل و علا بعضی امور رو تبیین صریح نکرده است، یعنی بعضی از امور در یک پرده از خفا هستش. این پرده از خفا که عرض میکنم نه اینکه غیر قابل دست رسی باشد، بلکه یه سری مقدمات میخواهد تا مکشوف شود. حاصل این که نابرد رنج گنج میسر نمیشود، بالاخره باید تلاش کرد، باید زحمت کشید تا اجر برد. قاعده این هستش. حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله می فرماد جابر، من برای تو نگفتم تا این که تو تسلیم باشی. این خیلی نکته مهمیه که انسان تسلیم امر امامش باشد، چون اگر که مقدمه ذهنی داشته باشد، بعضی امور اینطوریه، اگر مقدمه ذهنی داشته باشد خب انسان تکیه به اون مقدمه ذهنی که دارد عمل می کند. و حضرات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین دیده شده در امور مؤمنین و مؤمنات خواسته اند که شیعیان محبین به اختیار صرف، یعنی با توجه خودشون، یعنی به انتخاب خودشون بعضی از امور رو انجام بدن و این رفعت درجه است برای شیعیان. اگر بخواهم دقت بیشتری بدهم در بحث این که چرا زیارت سید الشهدا سلام الله علیه واجب نشده است در شریعت مقدسه، بلکه شما واجبه، اگر که تصریح به حکم وجوب ندادن و استحباب گفتن، یکی از جهاتش این است که زائر ابی عبدالله با اختیار تام سفر کربلا بیاد و این اختیار خیلی در رفعت مقام او تأثیر دارد، مثل نماز شب. نماز شب با این فواید و ثمراتی که برایش گفته شده است، ولی حکم به وجوب ندادند فقها و بزرگان. علت این است که عبد به اختیار تمام نماز شب میخواند و این اختیار تمام قربی دارد، که بیشتر از این اگر بخواین مطالعه داشته باشین در این مطلب، مرحوم فاضل دربندی در اسرار شهادتش اشاره ای دارد و بخشی رو، مقدمه ای رو به این مطلب اختصاص داده این بزرگوار. و در روایاتی که انما یتقرب العبد بالنوافل تو این زمینه روایت هست، اونجا بیاناتی بزرگان و علما و اهل معرفت داشتن. خواستم این نکته رو بگم که سرا خاتم الانبیا فرمود جابر به تو نگفتم تو احساس راحتی نکنی، تسلیم باشی، این بالش گرم زیر سر نداشته باشی، چون همه استعلای قرب تو به این تسلیم بودن در امر امام هست. میخواهی جابر، میخواهی جایگاه معاویه و جای حسین پسرم را ببینی و جای یزید قاتل او را؟ میخوای پرده از جلوی چشمات کنار بزنم و ببینی جایگاه پسرم حسین را و جایگاه
یزید لعنت الله علیه را عرض کردم آری یا رسول الله، بله یا رسول الله، میخوام ببینم. پا به زمین زد پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله، پا به زمین زد و شکافت و زمین دیگری نمودار شد و شکافت تا هفت زمین و هفت دریا و زیر همه دوزخ را دیدم، که ولید ابن مغیره و ابو جهل و معاویه و یزید در زنجیر بسته شده و سرکشان شیاطین با آنها قرینند و عذابشان از همه سخت‌تر است. پرده از جلوی چشمام کنار رفت و دیدم جایگاه معاویه و یزید و شیاطین و امثال آنها را. در تمثیلی که پرانتز عرض کنم، در تمثیلی که به زمین، هفت دریا و اینها زده شده، مطالبی هست که حائز اهمیت اگر کسی براش سوال پیش آمد در تجسم عمل و امور برزخی میتونه به جوابهاش برسه. چرا وقتی که قرار است از بهشت صحبت شود، صحبت از نعم است، و حال اینکه قطع مسلمین سیبی که مثلا در بهشت به عبد مؤمن میدهند سیبی است که غیر قابل وصفه، همونطور جهنمی که آتشی که عذابی که نستجیر بالله قسمت و جزای کافرینه غیر از آتش دنیایی که ما آن را میشناسیم، گفتن که از باب تشبیه معقول به محسوس هست و امور دیگه. حالا برای بیان بعضی از چیزها استخدام آنچه که معروف است در اذهان کار حکیمانه و عقلایی هستش، خرده‌ای در این مسائل نیست. فقط باب توضیح عرض کردم. میان برنامه رو ببینیم و برگردیم. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، دیدم جایگاه معاویه و یزید و شیاطین رو، اینا کنار هم هستن. سپس فرمود سر بلند کن جابر، سر خود رو بلند کن. بلند کردم و درهای آسمان گشوده شد و بالا بهشت را دیدم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و همراهانش بالا رفتند به آسمان. از میان هوا فریاد زد، بین زمین و آسمان آقا خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله فریاد زد حسین جان به من ملحق شو. حسین به او پیوست و بالا رفتند تا دیدم وارد مقام اعلای بهشت شدند و رسول خدا صلی الله علیه و آله از آنجا به من نگاه کرد و دست حسین را گرفت و فرمود ای جابر، این فرزندم در اینجا با من است، تسلیم امر او باش و درباره او شک مکن تا مؤمن باشی. جابر گفت هر دو چشمم کور شوند اگر آنچه گفتم از رسول خدا ندیده باشم. پیغمبر بهش فرمودن جابر تسلیم امر او باش. مطلب خیلی مهمه، تسلیم امر امام بودن از اوجب واجبات است، یعنی هرچی که به عبد میدن در تسلیم او میدن و اون تسلیم قطعا تسلیم امام زمان بودن است.
از اخبار بسیار استفاده می شود. روایت مدینه المعاجز تا همینجا تمام شد. یه حاشیه‌ای زدن مرحوم کمره‌ای بر این مطالبی که در این چند قسمت عرض شد، خالی از لطف نیست خوندن و شنیدن و تدبرش. نکته اینجا عرض کنم، حالا قبل از اینکه این حاشیه رو بخونم، برای خیلی از دوستان گفتم اگر قصد مطالعه دارید، اگر قصد خوندن مطلبی دارید، سعی کنید کتاب‌های ملجع و مرجع رو بخونید، کتاب‌هایی که به قلم مجتهدین نوشته شده، کتابی که آن کسی که قلم در دست گرفته صاحب اجتهاد و اون نفس توصیفایی که هست، حالا نمیخوام الفاظ رو به کار بگیرم به خاطر رساندن مطلب. چرا؟ چون اگر کتاب غیر مجتهد رو آدم بخونه، کتاب‌های مجتهدین با دقت ویژه تری نوشته شده، یعنی اهل فن میدونن چی عرض میکنم، تمامش سر تا سر انقیله قلتو داره، یعنی اگر کسی بگوید در این مطلب چرا میگویم چنین، شاید این شبهه‌ای که صاحب کتاب یعنی اون مجتهد، اون بزرگی که کتاب رو نوشته، این شبهه‌ای که خودش ایراد میکنه و وارد میکنه و جواب میده، شاید به ذهن ماها نرسه، ولی قبل از اینها دفع اشکال مقدر کرده، یعنی سوالی که ممکن است پیش بیاید هم جواب داده. خصوصیت کتاب بزرگان خوندن همین است. اگر قرار در موضوعی مطالعه داشته باشین، سعی کنید برگردید به ملجع، کتاب‌هایی که در صدر از بزرگان نوشته شده، خواص دیگه ای داره، نکات لطیفی رو اونا رعایت کردن که بعضن کمتر رعایت میکنن. به هر حال حاشیه‌ای از مرحوم کمره‌ای ببینیم. از اخبار بسیار استفاده می شود که برای امام حسین علیه السلام و حاملین اسرار مسلم بوده است که محل شهادت زمین کربلا است و بایست حسین علیه السلام به عراق برود. اگر بخوام درد دل کنم، اینجا جا داره، یعنی این کسی که قلم برداشت و کتاب نوشت، حالا که رفت و به درک واصل شد، اینطور بگم بهتره، کتاب نوشت و در کتابش تصریح کرد که ابی عبدالله نمیدانست که شهید میشود و به کربلا رفت و اون حرف گزاف رو زد که هم خودش و هم کتابش و هم قلمش رو نشون داد چقدر سخیف و ذلیل و پسته با این اعتقاد خراب. حداقل دو تا کتاب میخوند، حداقل چند تا ورق میزد بین کتب و متوجه میشد که سید الشهدا که نه، بلکه همه اصحاب، همه اقرب، هر کی دور اهل بیت بود میدانست که کربلا قرار است چه شود و حسین در کجا به شهادت برسه. این مطلبی که دارم عرض میکنم، این کتاب نوشته امروز و دیروز نیست، قطعا قبل از اون کتابی که نمیخوام اسم بیارم نوشته شده. تأسف بالاترین که خیلی از جوانها متاسفانه خب حق دارن، آشنا نیستن و گاهی وقتا گول شبهات رو میخورن، این تشکیک هایی که شیاطین جن و انس میاندازن رو باور میکنن. انشالله که طلب نورانیت میکنیم از آقا سید الشهدا که ما رو در کربلا استوار قرار بده و معارف کربلا رو برای ما انشالله باز کنن خودشون و بفهمیم. به هر حال مسلم بوده است که محل شهادت زمین کربلاست و بایست حسین علیه السلام به عراق برود. در این صورت چرا ابی عبدالله علیه السلام برعکس مقصد خود را به مکه قرار داد و این راه را دور و دراز کرد؟ سوال اینجاست. همه که میدونستن ابی عبدالله باید سمت عراق برود و اینطوری شنیده بودن از خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله، چرا ابی عبدالله را دور کردند؟ چرا از مدینه به مکه رفتند؟ با آنکه از خود مدینه راه کوبیده ای برای عراق وجود دارد، راه کوبیده یعنی راه هموار، راهی که رفت آمد درش زیاده، راحت میشه رفت، چرا سید الشهدا راه رو دور کردند؟ یعنی از مدینه میمدن سمت راه، خیلی راه بهتر و خوبتری بود و نزدیکتر هم بود. سر این مسافرت این است که چند تا از اسرارش رو می فرماد. یک،
چون اخبار شهادت ابی عبدالله علیه السلام در سرزمین عراق کم و بیش مشهور است و مشهور بوده است، در سر راه مدینه به عراق مراقبت هایی وجود داشته است که به آسانی مسافرت بدان ممکن نبوده و شاید سر این که مسلم ابن عقیل علیه السلام پس از مأموریت دلیل گرفت، یعنی راهنما دلیل گرفت و از بیراه رفت و راه را گم کرد همین باشد. میفرماد که یکی از اسرارانی که سید الشهدا مستقیم از مدینه سمت کربلا نیامدن شاید این باشه، چون که میدانستن قرار از چه شود، اخبار رسیده بود دست دشمنان بر سر راه مدینه تا کربلا، عمالی گذاشته بودند، به قول معروف کمین گذاشته بودند و در صدد بودند که سید الشهدا را جسارت کنند. از قرینه این که مسلم بن عقیل هم برای رفتن سمت عراق راهنما گرفت و از بیراه رفت همین است برای اثبات این حرف، یعنی اثبات این نظری که مرحوم کمری دارد، شاهد مطلب حرکت حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام رو بیان میکنه. همونطور که مسلم بن عقیل بیراه رفت، اگر راه امن بود که احتیاج به دلیل و راهنما گرفتن و بیراه رفتن نبود سمت کربلا و عراق و کوفه. پس این نشون میده که در راه خبرایی بوده، بیم کمین بوده، بیم جاسوس بوده و حتما هم عمال یزید لعنت الله علیه در صدد این بودن که سید الشهدا وقتی راه میافتن از مدینه به سمت کربلا بلایی سر حضرت بیارن. لذا سید الشهدا اول به سمت مکه رفتن. این یک دلیل. دلیل دوم، شهادت امام در روز عاشورا مقدر بود. از تاریخ حرکت او به مکه تا عاشورا ماها فاصله بود و اقامت او در مدینه میسر نبود و برای صرف وقت این مدت را به مکه مسافرت کرد. میفرماد دلیل دوم میتونه این باشه که سید الشهدا از زمان حرکتشون تا عاشورایی که مقدر است خون لطیف و مبارک و مقدسشون در این سرزمین ریخته شود زمان بود، ماها بود. از جهتی هم نمیتونستن دیگه در مدینه بمانند، چون مدینه دیگه ناامن شده بود، لذا صرف ایام کردن در مکه مبارکه. این دو دلیل رو داشته باشیم تا جلسه بعدی دلیل سوم و چهارمش رو انشالله عرض کنم. بشنویم مدح امیر حوالم، امیر المؤمنین اسد الله الغالب، علی ابن ابی طالب را از حاج ذبیح الله. یا علی جبریل، بحر جبریل پیشواز علی، انبیا را معین و یاور و یار، سر و سر خیل امریاس علی، رکن و خیف و منا حتیم و حجر، مشعر و زمزم و صفاست علی،
معنی هل اتا علی الانسان سر یاسین و تاوهاست علی، بلکه تفسیر جمله قرآن از الف تا به حرف یاست علی 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 مصطفی خلق را به خم قدیر گفت خضر ره شماست علی، من لوایی فراشتم از دین بعد من صاحب لواست علی، آمر و ناهی قواعد شهر ز ابتدا تا به انتهاست علی، لنگر عرش و زیب و زیور فرش، شه ارض و مه سماست علی 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 به 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 علی 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 مثل قلبت به مهر او زر کن، زان که اکسیر قلب هاست علی، نیست خائف به عرصه محشر هر چرا مایه رجاست علی، مکن از کار بسته هیچ گله هر گره را گره گشاست علی 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 یا با عبدالله، ممنونم لطف دارید بزرگواری می‌فرمایید که هم برنامه ما را مشاهده می‌کنید و هم از صداها و مجالس مدح و روزه‌خوانی برای ما ارسال می‌کنید. هر بزرگواری که دسترسی دارد، حتی عرض کردم بارها، از اقوامتون، از بزرگانی که می‌شناسید، از پیشکسوتای محلتون برای ما ارسال کنید، ما هم انشالله پخش می‌کنیم. هرچند انبوه صداها و شرح حال ها از پیش کسوتین دست ما رسیده، انشالله در موقع مناسب پخش میکنیم. حدود 10-12 دقیقه دیگه میتونید تماس بگیرید و مستقیم خدمت سید الشهدا عرض ارادت کنید و مد بخوانید، روزه بخوانید برای ما. حتما بخوانید، سعی کنید که بخوانید برای ابی عبدالله.
در قسمت تجلیل از پیر غلامان و پیشکسوتان دستگاه سید الشهدا چند قسمتی خدمت حاج سید سعید حکیم بودیم، ابو رائد سید بزرگوار، خدا حفظشون کنه. قسمت آخر گفتگومون آماده هستش برای پخش، بشینید و ببینیم و انشالله درس بگیریم از رفتار بزرگان. یا علی. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. مستحضرید بیننده های دائمی برنامه تکیه بین الحرمین، به خصوص این ایام که در خدمت حاج سید سعید حکیم ابو رائد بودیم و فرمایشات خیلی زیبای این بزرگوار از قدیم کربلا و تاریخ کربلا و اتفاقاتی که در این شهر مقدس افتاده و این بزرگوار دیدن، اینها رو برای ما گفتن. تا قسمت‌های قبل راجع به توده‌ای‌ها و حزب بعث و اون جنایت‌های حزب بعث که مربوط به تمام روزخون‌ها و گریه‌کن‌ها عزادارای سید الشهدا بود و اشاراتی کردن برای ما، می‌خوام این قسمت ازشون که الان کربلا رو بگن، دستجات و عزاداری‌ها، و اگر چیزی قابل نصیحت هست برای ما جوان‌ترها بفرمان تا استفاده کنیم ازشون. حاج آقا خیلی اذیتتون کردیم، حلالمون کنید و دعامون کنید، هم ما و هم بیننده های برنامه تکیه بین الحرمین را. ما غیر دعا نداریم برای شما بزرگوار، دستون در نکنید، انشاءالله طول عمرتون بده و انشاءالله مثل که الان دارین کار میکنین دو برابر انشاءالله کارتون بیشتر بشه. ممنونتونه. و این دنیا و آخرته. الحمدلله. کسی که میخواد خیر ببینه دنیا و آخرت کار میکنه. بله. در ضمنش عزاداری، مثلا الان عزاداریمون هر هیئتی برای خودش، بله، یک مقر، یک چی میگن، مقر موکب حسینیه، تکیه، تکیه تقریبا برای خودش یه تکیه زده و الحمدلله الان اون یک حسینیه داریم به نام جوانهایی که در اصفهان بودن. بله. الان هر شب سه‌شنبه و هر شب جمعه اینا برنامه دارن، جلسه دارن، جلسه دارن و برنامه شون هم خیلی زیباست. بله. و خیلی ما میریم تشویقشون میکنیم، خدا خیرت بده. هر چهارشنبه هیئت کفاشا الان بازم یک حسینیه گرفتن و ساختن و الحمدلله هر روز چهارشنبه و اینا جلسه برقراره، جلسه شون برقراره. اینجا جلسه ای دارن مخصوص ایام فاطمیه. یک هیئتی هست به نام خدمه اهل بیت و الان الحمدلله هم دارن میسازن یک ساختمون. همین مقابل ابن فهد؟ نه، یک ساختمون الان دارن میسازن هفت طبقه. ماشاءالله. و یعنی من همین هیئت هستن. بله. همین هیئت. که اینجا الان مشغولن دارن حسینیه میسازن. بله. هفت طبقه. دارن یک حسینیه میسازن. خدا خیرشون. و حسینیه اول دفعه 200 متر بود. بله. و بعدن یک تیکه زمین پشتش باقی بود، گفتن که این کوچیک بذار ما این توسعه بدیم، زمین توسعه حسین رو. بله، خدا خیر شد. اونم خریدن الحمدلله. اونم که خریدن سید رعوف اومد. بله. آقازادت ایران بود. بله. گفت بابا یه تیک زمین دیگه بغلش هست، آخر حسینیه ساخته میشه، هرچی بزرگتر باشه بهتره. اون تیک زمینم گفتم جیبا خالیه، نداریم،
تا ببینیم چطور میشه. گفت من تورینی من جمع میکنم عیب نیست. و برای امام حسین تلفن زدم من اون صاحب زمینو، گفتم اون خریدیم ما 140 میلیون اول تیکه، بعدش خریدیم 120 میلیون. اون چند میخوای؟ گفت 120. گفتمش نه، اون عقب اون به 100 میلیون. بله قبول کرد به 100 میلیون. اینم اول که اومد سر مادر بزرگش، بله در منزلمون بود، گفت که برای آش خالی چند متر میخوای؟ یعنی برای شوهرش که فوت کرده. متری 500. 200 متر بود؟ بله متری 500. ماشاءالله صد رفت این کار، یاد طولایی دارن تو جمع کردن برای سید الشهدا. 6 تا خاله داره. بله. از 6 تا خاله هاش هم این تلفن اومد سر مادرش که تو چه قدر میدی؟ آها چند متر میخوای؟ علا کلین خریدین اون زمین کناری رو، این تیکه زمین که 100 میلیون بود ما 65 میلیونش جمع کرد سید رؤوف. ماشاءالله اون 35 تلفن زدم گفتم بیا این 65 گرفت. داشتیم میمدیم با هیئت باب بغداد. بله. یعنی باب بغداد یعنی محله. بله بله. اونجا بازم جلو با اونه گرفت. این اومد گفت من رو خلاص کن از این حجی. و این گفتمش آخر، من گفتمش بعد دهه، دیشب بهش گفتم من. گفت که اومد بهش گفت، گفت مگه بهت نگفته؟ بعد دهه دیدم دایی بچه هم اومد 35 میلیون آورد برام. عجب. گفت بگیر برو بهش بده. تقریبا شد 600 میلیون. الحمدلله. یه تیکه زمین دیگه اون بغلش بود 170 تا بود به نظرم. بازم دایی بچه هم رفت سر حاج اموری خان که در کوچه مرویه. بله. اون به من تلفن زد گفت که شما میخوام بری بپرسی که چند زمین ها اونجا. گفتم زمین من میشناسم و بلدم و هر چی بخوای میارزه. بله. برای خاطره که میخوان بزنن حمامات، حموم و دستشویی. سرویس بهداشتی برای زوار. پشت اومد. ببینین چطور. به پسرش حسن گفت که من برام بلیت ببر، میخوام برم کربلا از تهران. صبح که شد حسن بهش گفت که برای چی میخوای بری؟ گفت میخوام برم کار دارم. گفت نه میخوام ببینم برای چی. آخه من دیشب یه خوابی دیدم. الله. گفت خوابت بگو. گفت دیدم که زوار الله نوبت گرفتن دم خدمه اهل بیت و گفتم اینا چی هن؟ گفتن برای حمامات اینا نوبت گرفتن دارن میرن یکی یکی تو. گفت من برای خاطر همین دارم میرم. الله. اومد تیکه زمین خرید. یعنی همون موقعی که شما بهش گفتین و اون نیت کرده. بله. تو عالم باطن و عالم رویا امضا شده دیگه. ثبت. بله. کرد سید الشهدا برش. الله اکبر. و اومدن الحمدلله گرفت و حالا ساخته شد و همه زوار میان و میرن دستشوییشون و میرن استحمامات و سرویس بهشون. الحمدلله خدا خیرت بده. اینا مسئله مهمیه. این وقت هیئت علی چیز خدمه اهل بیت اول ازون یه دستگاه دارن مال کباب ایام اربعینیه. بله بله. دم چیز دم ابوالفهد اینا کباب به مردم میدن. بله موکبشون دیدم. موکبشون الحمدلله و نانم بردن یه از این دستگاه های مال نان هم نان. بله داغ. موکب خیلی فعالی هست.
و فعالن الحمدلله. حالا چی میفرمایین برای جوانترها؟ ما جوانترها چی کار کنیم دستگاه سید و شهدا؟ اگه نصیحتی دارین برای ما بفرمایید. والله جوانها اگر میخوان دنیا و آخرت بچسبن به امام حسین سلام الله، هر چی میخوان ازش بگیرن. و امام حسین همیشه جوانا رو دوست داره و جوانا که میرن فعالیت میکنن، هر فعالیتی بکنین در دنیا و آخرته. بله. یعنی هر خوبی بکنین. الان مثلا جوانها را باید الان اون که ازدواج نکرده باید ازدواج کنه انشاءالله، برای خاطر که وقتی اون در فکرش فراغت بال پیدا کنه صاف میشه و میتونه عشان خدمت کنه و این جوانامون الحمدلله الان بیشتریشون اگر ببینین سینه زنیمون همشون جوان و همشون حتی این کوچیکا را میارن با خودشون در حسینی ها. الحمدلله الان یه هیئتی زدن به نام کربلایی ها. بله. که الان تکیهشون هم با العباسیه اونجا تابلوشون زدن و الحمدلله یعنی هر وفاتی اینا در میان خدا خیرتون بده. و به اضافه این منین هیئت الفاطمیه پشت صحنه اینجا. بله. اینا هم فعالن الحمدلله و خیلی خوب خدا خیرتون بده. تقریبا همه هیئتامون اینجا فعالن و هیئت اهل البیت ایام فاطمیه 60 شب ما شاء الله جلسه میگیرن، مجلس میگیرن، مجلس میگیرن و مجلسشون هم الحمدلله خیلی خوب الحمدلله و هر شبی در منزل یکی جلسه سیار دارن خب ایشالله یعنی حسینیه زود تکمیل میشه و جلسه رو اونجا میگیرن تو حسینیه. خدا خیر بده. همونطور که میبینید بیننده محترم، آسید سعید حکیم ابو رائد ما با این سن و سال هنوز کنه یک جوان دنبال کار ساخت و ساز حسینی هست. این قوت و قدرت از کجا میاد؟ غیر از سید الشهدا نیست که انتخاب کرده ابی عبدالله نوکرا و خدام خودش رو. یا علی. صلی الله علیک یا مولای ابو عبدالله. طبق هر شب عرض میکنم خدمت شما که حسب فرمایش صادق مصدق صلوات الله علیه امام ششم که فرمود هر جای عالم هستید خواستید ظاهر ابی عبدالله باشید، دست ادب به سینه بگذارید و سه مرتبه عرض کنید صلی الله علیک یا مولای ابو عبدالله. هر جای عالم که هستید دست ادب به سینه بگذارید، این گنبد و بارگاه رو که ملاحظه میکنید سلام بدید خدمت سید الشهدا. حتما صدای شما رو خدمت آقا ابی عبدالله خواهد رساند فطرس ملک حسب روایات. تماس ها باز هستش، میتونید زنگ بزنید و برای ما مرثیه بخوانید، مدح اهل بیت بخوانید و صدای خودتون رو در فضای بین الحرمین به گوش همه عالم از طریق شبکه جهانی امام حسین علیه السلام برسونید. دیگه همه چی اسباب فراهمه. شنیدید صحبت‌های سید بزرگوار سید سعید حکیم ابو رائد رو، دیدید که با چه ذوقی، با چه اطمینان قلبی، با چه ایمانی این بزرگوار گفتن که دنیا و آخرت سید الشهدا. حقیقتا همینطوره، ما که عمری نداریم در دستگاه سید الشهدا، اصلا به حسابم نمیاد خودم رو عرض میکنم، ولی هر کدوم از این بزرگواران رو دیدم همین رو گفته است. حقیقتا سید الشهدا هم دنیا هم آخرت رو همه رو کفایت میکنه، بله شاید سختی هایی هست، همیشه هم بوده. خب عرضم به خدمت شما
همونطور که بین بحث مقتل عرض کردم، نابرد رنج گنج میسر نمیشه. خوش به حال هر کسی که با سید الشهدا یه گره ای داره، یعنی زلفش رو گره زده به دستگاه سید الشهدا، یه سمتی داره، یه گوشه ای از دستگاه موکب حسینیه، تکیه، شعر میگه، میخواند، سینه میزند، زنجیر میزند. خوش به حال هر کسی که یک مهر بهش خورده در دستگاه عبدالله. اینو بارها گفتم، امید خودم همین هست انشاءالله، بارها گفتم تمام هستیش رو آدم بده، تمام هستیش رو. اهل عشق میفهمن عرض منو، یعنی با همه وجودشون درک میکنن چی میگم. کاش میشد یه جور دیگه به همه بچشانی این عرضی که میخوام داشته باشم. میارزه که آدم همه عمرش رو تلاش کنه، زحمت بکشه، بدوه، که بالا سر اعلامیه یه ترحیمش این کلمه رو بنویسن که خادم الحسین. اصلا خود شما بیننده محترم تو کوچه و بازار که حرکت میکنید، وقتی یه اعلامیه مرحوم میبینید، شخصی از دنیا رفته، وقتی میبینید بالا سر اعلامیش نوشته خادم الحسین، یه احساس دیگه ای ندارید. انشالله که توفیق ما هم بشه. آقای الیاس در خدمت شما هستی. آقای الیاس از جهرم، سلام علیکم. سلام علیکم. در خدمت شما هستیم، بفرمایید. آقا میتونم سلام بدم؟ بله در خدمت شما هستیم. السلام علیک یا ابو عبدالله حسین. سلام علیک اولا یا ابو عبدالله حسین. السلام علیک یا ابو عبدالله حسین. السلام علیک یا علی ابن الحسین. السلام علیک یا اولاد الحسین. السلام علیک یا اصحاب الحسین. السلام علیک یا اصحاب الحسین. قبول باشه آقا الیاس. السلام علیک یا ابو الفضل العباس شمدار کربلا. قبول باشه آقا الیاس. برای ما شعر میخونید؟ السلام علیکم حضرت علی، السلام علیکم امیر المؤمنین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبول باشه. مرثیه برای ما میخونید؟ من صداشون رو ندارم، تو فرمایید. ممنون، رخ شما داره کنه. عاشقتون برام باشه. یا علی مدد، ممنونتونم. کمی رفت و برگشت صدا با فاصله هستش بیننده محترم. دیگه همتون آشناین، هر بزرگواری که تماس میگیره سعی کنه که صدای گیرندش رو ببنده و از صدای تلفن استفاده کنه که این مشکل پیش نیاد. عرض میکردم میارزد که آدم تمام داراییش رو بدهد که بنویسن بر سر مزارش خادم الحسین. ولی ببینیم و برگردیم. یا ابو عبدالله، ممنونم که بیننده برنامه تکیه بین الحرمین بودید. برای فرج دعا کنید، ما رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید. انشالله به زودی بیایید کربلا و از نزدیک بین الحرمین رو ببینید. یا علی، خدا نگهدار. What's up here?